تازه ترین تحقیقات علمی نشان میدهد که ما میتوانیم با کمک حل معماها مغز خود را به شکلی کاملا هوشمندانه رشد دهیم. هنگام ایجاد و یا حل معماها مغز ما فرایندهای ذهنی مانند تفکر، تخیل و یادآوری را تمرین میکند. مغز ما در حین حل کردن معماها دوپامین تولید میکند که مهمترین عنصر برای یادگیری و درک است. اولین کار معما این است که ما را به فکر کردن وامی دارد. مطالعات علمی نشان می‌دهد که تفکر برترین فعالیت ذهنی بشر است که اطلاعات را گرد هم می‌آورد و به یک راه حل منطقی می‌رسد. بنابراین بدیهی است که حل معماها می‌تواند عملکرد مغز را بهبود بخشد. در این ویدیو مغز ما را از حالت خواب خارج می‌کنیم و با حل 6 معمای بی‌پاسخ ذهن ما را پرورش می‌دهیم. در یک آخر هفته تابستانی، سوزی و دوستش مری به یک کمپ دو روزه رفتند. اوه، یه کمی یواشتر برو، نمیتونم بهت برسم. صبح روز بعد که برای پیاده روی در جنگل رفتن، باران شدیدی گرفت و مری به مدت یک ساعت گم شد. سپس آنها یک کلبه متروکه در دل جنگل پیدا کردند و تا ایستادن باران پناه گرفتند. باران که ایستاد، مری به داخل جنگل رفت. در همین حین بود که او یک سیب بر روی زمین پیدا کرد و از آنجا که گرسنه بود سیب را خورد. سوزی که از دیر کردن مری نگران شده بود به دنبال او رفت که ناگهان یک صدایی به او گفت: دوستت با خوردن یک سیب تبدیل به درخت شد. حالا شما باید حدس بزنید که چگونه سوزی میتواند در بین این همه درخت دوستش را پیدا کند. پیرمردی تنها در یک کلبه کوچک زندگی میکرد. صبح یک روز پنجشنبه، در حالی که پستچی برای تحویل نامه آمده بود، هلو فهمید که پیرمرد به قتل رسیده است. او بلافاصله پلیس را صدا می کند. طولی نمی کشد که پلیس به صحنه می رسد. پلیس دو بطری شیر، روزنامه صبح دوشنبه، یک مجله و نامه بازنشده را می‌یابد. پلیس خیلی سریع مظنون را پیدا می‌کند. اگر این معما را حل کردید، در قسمت کامنت برای دیگران آن را بنویسید. مری، بن و پسر خردسالشان با 4 تا از دوستان خود زندگی می‌کردند. یک روز وقتی که بن به خانه برگشت، دید که مری در اتاق پسر کوچکشان به قتل رسیده است. او سریعاً پلیس را خبر کرد. پلیس متوجه شد که مری مدت زمان زیادی نیست که به قتل رسیده است. به همین دلیل او از هر 4 نفر بازجویی کرد. آنها یک به یک گفتند که من 3 ساعت پیش تا الان داشتم توی سقف شنا می کردم. من تمام روز داشتم اتاقم رو رنگ می زدم. من 2 ساعت پیش به خونه اومدم و از اون موقع در آشپزخونه بودم. من هم تمام روز رو داشتم توی باغ کتاب می خوندم. برخلاف انتظار، کارگاه از همه خواست تا دستان خود را نشان دهند.
او با نگاه کردن به دستان آنها متوجه شد که چه کسی دروغ میگوید و قاتل است. به نظر شما او چگونه متوجه شد؟ اگر پاسخ را یافتید در قسمت کامنت برای دیگران هم بنویسید. امی در یک شب سرد زمستانی به خانه دوستش ماریا رفت، اما او را مرده پیدا کرد. وقتی پلیس در مورد این حادثه به جستجو پرداخت، از امی سوال کرد که او چگونه متوجه شد که ماریا مرده است. امی گفت که او چند بار در زده است، اما کسی جوابی نداد. از آنجا که چراغ اتاقها روشن بود، او میدانست که ماریا باید در خانه باشد و تصمیم گرفت از پنجره نگاه کند. پنجره ها یخ زده بودند، بنابراین او بر روی شیشه یخ زده نفس گرم بیرون داد و در این لحظه بود که جسد ماریا را روی زمین دید. اما پلیس گمان میکند که امی قاتل است. به نظر شما آیا این گمان صحیح است؟ یا آیا این فقط یکی از معماهای بدون جواب است؟ اگر این معما را حل کردید، در قسمت کامنت برای دیگران آن را بنویسید. یک کشتی ژاپنی بندر را به سوی آبهای آزاد ترک می کرد. کاپیتان برای روغنکاری کردن قسمت‌هایی از موتور حلقه خود را درآورد تا کثیف نشود. او حلقه را بر روی میز گذاشت. اما وقتی که برگشت، حلقه گم شده بود. او می‌دانست که کار یکی از سه خدمه کشتی است. بنابراین از هر سه نفر سوال کرد که 10 دقیقه قبل هر یک مشغول چه کاری بودند. آشپز گفت که در آشپزخانه مشغول آماده کردن شام شب بوده. دریانورد گفت که مشغول درست کردن پرچم بوده، چون یه نفر به اشتباهی پرچم را سر و ته بسته بود. و مهندس گفت که در موتورخانه بوده تا مطمئن شود که همه چیز درست کار میکنند. کاپیتان خیلی زود فهمید که کار کدام یک بوده. اگر این معما را حل کردید، در قسمت کامنت برای دیگران آن را بنویسید. سلام سوزان، تسلیت میگم. مرسی. اوه، امروز خیلی خوشگل شدی ها. اوه، جدی میگی؟ مرسی. وای خدای من، چرا فراموش کردم شماره تلفنشو بگیرم؟ سلام کتی. سلام سوزی. مردی رو که تو مراسم خاک سپاری باش ملاقات کردم و میشناسی؟ نه. وای خدای من، مرسی. اوه سلام خواهر زیبای من. سلام سوزی. مردی رو که تو مراسم خاک سپاری باش ملاقات کردم و میشناسی؟ در مورد همون آقای صحبت میکنی که شبیه انگلیسی. آره آره همونو میگم. نه من فقط روز خاک سپاری دیدم. اوه خدای من. سلام.
سلام سوزان. سلام میکه. از پسر بلونده چه خبر؟ خوش میگذره؟ نه من گمش کردم. شوخی میکنی؟ نه جدی میگم. تو میشناسی اونو؟ واقعا متاسفم من نمیشناسمه. مرسی خدافظ. خدافظ خدافظ. هی بالنشو ببینم، تو کسی رو ندیدی که وارد خونه بشه؟ دیشب یا امروز صبح زود؟ نه کسی رو ندیدم. اوکی اوکی، اگر این معما رو حل کردی در قسمت کامنت برای دیگران آن را بنویسید. پاسخ این 6 معما را با کلیک بر روی لینک بالا و یا در ویدیوی بعدی میتوانید ببینید. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.